بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا بینندای عزیز، بسیار خوش آمدین به برنامه زن و سلامتی. طبق روزهای معمول باز اما دینا شنشایی در یکی دیگر از برنامه های زن و سلامتی در خدمت شما قرار دارم. امیدوار هستم تا آخرین دقایق برنامه ما را همراه باشین و همچنان روزتان بخیر و هر جایی که هستین لباس عافیت بر تن داشته باشین. امروز در برنامه روی خشکی جلد صحبت می داشته باشیم که روی امی موضوع امروز دکتر میترا همت مشاور زیبایی با خود در برنامه داریم که نخست از همه خیلی خوش آمدید میگیم دکتر صاحب را به استودیو خوش آمدید. سلام، خسته نباشید، سلامت باشین. امیدوارم که برنامه خوب باشه، مفید باشه و دوستا بتانند که برداشت که میخواین رو از این برنامه داشته باشن. شما سلامت باشین دکتر صاحب. اگر در نخست بر ما بگوین که خشکی جلد چی است و چگونه به وجود میاد؟ خشکی جلد یعنی که زمانی که جلد یا همی حجرات جلد یا پوست آب خود رو از دست میده یا آب نسبی خود رو از دست میده، رطوبت نسبی خود رو از دست میده، این برش میگن خشکی جلد. یعنی مشکلاتی که ایجاد میشه روی یا صورت کل جلد، سطح پوست، همش صورت پوستک میشه، خشک میشه، چملک میشه، یعنی چملکی میده میده ایجاد میشه. حتی گاهی وقتی آب رسانی کم شوه، اکسیژن کم شوه، خود پوست رنگ خود رو از دست میده، تیره تر میشه و زیبایی، شادابی، تراوتی که یک جلد باید داشته باشه رو از دست میده. یعنی میره میگن که جلد خشک شده، عامیانه برش خشکی جلد میگن. بسیار خوب، چگونه به وجود میاد؟ علل مختلف داره که جلد چرا خشک میشه. به صورت عموم 70% وجود انسان رو آب تشکیل داده. زمانی که این آب بدن کم میشه، خب چون جلد آینه وجود است، اول در جلد مشخص میشه که بله سطح آب پایان آمده و جلد خشک شده یا خشکی ایجاد میشه، یا گاهی لکه های خشکی در جلد ایجاد میشه، روز آسیب میگن برش، اونها ایجاد میشه که یه علت های مختلف داره. یکی میگفتیم کم شدن آب بدن، علت دیگه ایش تغییرات آب و هوا هست، تغییرات رژیم غذایی هست، تغییرات هورمونی جسم خانم ها بیشتر هست که این سبب ایجاد پوستک ها در صورت و یا استفاده از مواد آرایشی هست. علت های مختلف داره، یعنی یک علت نداره که ما بگیم اینی چیز سبب اینی چیز. علت های مختلف داره چون جلد یک دنیای وسیعی است، یک چیز خرد نیست. علت های مختلف سبب خرابیش، علت های مختلف سبب خوبیش میشه. بسیار خوب دکتر صاحب، بیشتر در کدام سنین با وجود میاد خشکی جلد از افراد؟ نمیتونیم سن خاص رو مشخص بسازیم که در این سن هستن. خیلی از جوانای ما که با خشکی جلد مصاب هستن یا اطفال در این فصل به خصوص دیده باشین کمکاکایشان خشک میشه، میترقه، سردی هوا، کمبود رطوبت است که کمایشان ترقی در یک ترقی در یک میشه، یعنی خشکی ها ایجاد میشه در جلدشان. این سن خاص رو ما نمیتونیم بگوییم که در این سن خشکی بیشتر هست. میتونیم بگوییم که در سن پیری خشکی بیشتر هست چون که سطح مایات و به صورت عموم دیگه رکود است، هر چیز پایان میشه، ویتامین ها کم میشه و پیری بیشتر یا که پیری جلد خشکی جلد در سنین پیری بیشتر هست. خب دکتر صاحب، در عواملش اشاره کردین به آب و هوا. اگر بگوین که آب و هوا چقدر تاثیر داره بالای خشکی جلد؟ آب و هوای کشور خود رو بگوییم، مثلا در فصل بهار چون رطوبت هست دیگه، یک هوای خوب هست، باران ها هست، جلد هم مرطوب می باشه، جلد هم زیبا می باشه، سفید می باشه. حالا کشورهایی که رطوبت بیشتر داره رو ما اگر مد نظر بگیریم، فرضاً مثلا شمال ایران، شمال ایران وقتی شما میری جلد نرم میشه، سفید میشه، یک رقم خوشایند است. فکر میکنی امیال کریم زدی نرم نرم است، لوشن زدی نرم است، نرم میشه. یا مثلا در قسمت های دریای کاسپیان، طرف های روسیه، اون طرف ها برین، رطوبت دریا خیلی بالاست، اونجا هوا شرجی و رطوبت که زیاد باشه مسلما جلد هم خوب می باشه، چرا که از بیرون هم آب جذب میکنه، وجود خودش هم آب داره و جلد خوب می باشه. کشور ما یک کشور گرم خشک است،
بیشتر ما با خشکی ها در اینجا مواجه هستیم، باران ها کم از اینجا، برف داریم، برف هم خب معلوم نیست که سعی به بار امسال هم یا نه، سال های پیش خب ما خشک سالی رو تجربه کردیم. جلد هم مثل یک زمین است، زمین رو برش رطوبت برسانی، او باشه دریاها باشه نرم و مرطوب و زیبا و سبز می باشه، جلد هم همون یک چیز است. وقتی که رطوبت کافی برش میرسه، آب کافی برش میرسه، ویتامین های کافی، مواد مغذی کافی برش میرسه، زیبا و مرطوب و جوان میباشه. بله. دیگه در افغانستان ما بیشتر با خشکی های جلد به خصوص در فصل خزان، شروع خزان ما خشکی ها رو تجربه میکنیم که در این فصل اکثر دختر خانم ها به خصوص از جلد نار، از جلد خشک خود، چون اونا بیشتر به زیبایی اهمیت میتن، از جلد خشک خود نارام میباشن که چرا جلد ما خشک شده، چرا سیاه شدیم. حتی اصطلاحا فصل سیاگکان میگن که دستا سیاه میباشه، جلد سیاه میشه، خشک میشه، رطوبت کم است، از او خاطر اینی تأثیراتی است که آب و هوا میمونه. البته آلودگی های هوا میبینیم که هرچی که به فصل زمستان نزدیک میشه، بخاری ها هست، دود است و مرکز گرمی ها هست، این آلودگی های که از سبب آلودگی های سوختی اینا همشان سر جلد تاثیر دارن و جلد رو خراب و خرابتر میکنن. نه تنها بالای جلد، بالای کلن تمام ارگان های بدن، حتی جلد از چشم است، شش ها بیشتر مسابه میشن. و حتی به آقایان ببینین، ما خانم ما خوب است یک چادر داریم، مویای ما کور است. بله. و حتی به آقایان سبب ریزش مویایشان میشن. اینمی همش مشکلات آب هواست، آلودگی های هوایی. بسیار خوب. خب دکتر صاحب، اگر شخصی مبتلا میشه به خشکی جلدش، باید از کدام غذاها استفاده کنه تا بتونه حداقل بهبود پیدا کنه مو خشکی جلد نزدف؟ بهترین راه طریقه خانگی، بهترین راهی که هر شخص میتونه خشکی جلد خود رو از بین ببره، یک استفاده مداوم و دوامدار از آب است. یعنی کوشش کنین همیشه بوتل آبتان مثل گفتی آمیان شیر چوشک دستتان باشه، همیشه آب بنوشین، کم نیز زیاد، روزانه بیش از یک لیتر آب بنوشین، هرچی بیشتر بنوشین گرده هایتان سالم میمونه، جلدتان شفاف و زیبا میمونه، چشم هایتان سالم میمونه، فشار، مشکلات فشار یارن نمیگیرین. و هرچی که آب زیادتر بگیرین دیوریشن بیشتر میشه و تعرق و دیگه حالا از این طریق همی سموم بدن، سمومی که در وجود هست، اینا همشون از بین میره. بله. و گرده های خیلی سالم میتونیم داشته باشیم. زمانی که گرده های سالم داشته باشیم، همی سیاهی زیر چشم ما نخواد داشتیم و همش میبینین که به آب بستگی داره. بله. آب زیاد منوشن. خدا شکر فصل مالته و کینو و یپا میرسه، کیوی، از این میوه های تازه استفاده کنن، بیشتر استفاده کنن. ویتامین سی بر جلد بسیار مفیده، از جلد زیبا میکنه، همچنین مقاومت بدن رو هم بالا میبره. بله. در مقابل زمستان میرسه و خنک است و ریزش و مشکلات بیماری های فصلی دیگه. بله. که ویتامین سی مقاومت بدن رو بالا میبره تا که میتونن از ویتامین سی استفاده بکنن. بهترین راه تداوی جلد و تداوی بسیاری از امراض هست که مقاومت وجود ما بالا بره دیگه. آب گفتیم که بسیار مفید است، آب استفاده کنن. دیگه یکان کریم های مفید مرتوب کننده باشه، خودشان میفهمن. به خصوص آلوورا در کشور ما خیلی زیاد است، ما خود ما دیگه آل کشت میکنیم. خوب است که جوس آلوورا را جور کنند در خانه طبیعی، نه که از جوس های ترکیبی بازاری استفاده کنند، اما جل آلوورا را از داخل برگش بکشند با اندازه 10 گرام 20 گرامی، او قدر زیاد هم نه که اصلا نمیتونن، خوب چون یک طعم خوشایند نداره. بله. او را بگیرن، همراه جوس کله میکس کنن، همراه جوس سیب میکس کنن، همراه جوس مالته میکس کنن بخورن. این برشان خیلی مفید است، خانوما به خصوص که جلد زیبایی میخواین داشته باشن، همیشه دنبال زیبایی هستن، میتونه که خیلی برشان مفید باشه. بله. بسیار خوب دکتر صاحب، چون بسیاری از مردم های ما در این عقیده هستن که چای باعث پیری زودرس میشه، آیا چای برای خشکی جلد هم تاثیر داره یا خیر؟
چای هم از جمله مایعات است. بله البته چای نیکوتین در ترکیب خود داره که مداوم استفاده کردن چای سبب اعتیاد به چای بله مثل که حال نه تنها چای کافی و من قسم است. اگه یک روز ما دقیقا شما چای نخوریم میگیم سردرد هستیم. یک اعتیاد است که ما به چای به خاطر نیکوتینی که در ترکیب خود داره، کافئینی که در ترکیب خود داره، ما معتاد میشیم به چای. دیگه به پیری فکر نکنم مقدر تاثیر داشته باشه. مایعات است، خوب است، بله مایعات گرم است. در این فصل خب مایعات گرم باید بنوشیم. اگه چای نخوریم چی بخوریم؟ خیلی دیگه بله چای خوب است. بسیار خوب دکتر صاحب، تهیه ماسکای خانگی چقدر میتونه مفید باشه بالای جلد و خاصتا بالای خشکی پوست؟ من به خانمات توصیه میکنم از این ماسکای خانگی استفاده بکنن، چرا که خیلی مفید است، خیلی آسان است، طریقه جور کردنش خیلی آسان بله. است. یکی از ماسکای خیلی خوبی که در این فصل میتونن استفاده بکنن که خشکی جلدشان هم از بین ببره، تراوت هم بگیرن و یک جلد شفاف و نرم داشته باشن، ماسک نشایسته خیلی آسان هم از جور کردنش. یک مقدار آب بارن در سر گاز بجوشه، در حالت بگیم نیم گلاس آب بارن بجوشه بله و باز یک قاشق نشایسته را در یک آب نشایسته یا کامفلور بله در یک گلاس او سرد نیم گلاس و هم حل کنن و باز ای را پرتن در آب جوشی که قبلا جور کردن، یا اگر آب جوش هم نمی کنن میگن مصرف گاز دو برابر میشه که هم آب یخ پرتیم چیز میشه، امیر آب در آب سرد هم این نشایسته را میکس کنن، سر گاز بانن، بغلک های دیگ حبابک زد یا جوش، حالت جوش نشان داد، بله ضرورت نیست کلش جوش بخوره، اما قدر که نشان داد کفایت میکنن، این را سر گاز پایان کنن. یک چند قطره یا یک قاشق گلاب طبیعی به عرق گل مرسل یا گلاب بریزی علاوه بکنن و به مدت 15 دقیقه ای را به صورت گرم گرم با یک پخته را جور کنن در ای بزنن و به صورت خود مکمل کل صورت خود به جز اطراف چشم خود بزنن و بعد از 15 دقیقه با آب نیم گرم بشوین و پشتش کریم های مرطوب کننده، اگر روز از کریم روز، اگر شب از کریم شب خود بله. استفاده بکنن. این برای جلدشان خیلی خوب است. اگر خانم ها میخواین یک جلد لطیف داشته باشن، حداقل در این فصل هفته یک باری ماسک تهیه کنن و اگر که میخواین جلدشان کمی سفید تر شوه، یک چند قطره یا نیم پله لیمو هم به ماسک اضافه بکنید. یک بسیار چیز خوب. ساده است، در خانه هر کس پیدا میشه. بله. یک چیز خیلی مفید است، جلد خیلی با تراوت میکنه، حتی بخارهای جلدی رو هم از بین میبره. یعنی یک بله. چیز خرد با کارایی بالاست. بسیار خوب دکتر صاحب، بسیار تشکر. خواهش بحث را با میکنم. شما ادامه خود دادیم. بیننده های عزیز، بس با دکتر صاحب ادامه داره، اما بعد از یک میان برنامه خیلی کوتاه. در ادامه برنامه زن و سلامتی قرار داریم. تمام شما را خوش آمدید میگیم به ادامه برنامه. بیننده های عزیز، امروز در برنامه روی خشکی جلد با دکتر میترا همت صحبت داریم و امیدوار هستم تا ایدم بیننده برنامه خودتان بوده باشین و آل هم بحث را با دکتر صاحب ادامه میتیم. خب دکتر صاحب، اگر بر ما راجع به این موضوع هم اشاره کنیم که چون هم اگه ما میفهمیم که آفتاب منبع خوبی برای ویتامین دی است، آیا تأثیر داره بالای خشکی جلد هم یا خیر؟ آفتاب بالای جلد خیلی تاثیرات داره. بله. همین اشعه ماورای بنفش، اشعه فروسرخ، اشعه فراسرخ، همین اشعه ها که به جلد اصابت میکنه، سبب حالا که یکی از خوبی هایش همین ویتامین دی است که ما جذب میکنیم، بدی های خودم داره. اثراتش تنها نه بالای جلد، بالای چشم هم هست. بله. که ما باید جلد خود در مقابل آفتاب محافظت کنیم که هم سبب لکه ها میشه، بله سبب خشکی جلد هم میشه. دیگه لکه های آفتاب زدگی در قسمت کومه ها، سر بینی، گاهی آفتاب سوختگی اگر زیاد در معرض آفتاب قرار بگیریم ایجاد میشه. دیگه برای همین باید که روزانه حتما از سنبلاک یا ضد آفتاب استفاده شود. بله. تا که امی اشعه های آفتاب رو به جلد کم کنیم، کاهش بدیم.
بس استفاده از کریم ضد آفتاب که شوهرم کردین آیا میتونه مؤثر باشه به خاطر خشکیشو؟ بله، کریم ضد آفتاب خیلی مفید است، خیلی ضروری هست. یعنی هر باری که شما از خانه بیرون میشین باید کریم ضد آفتاب بزنین. این کریم نباید بیش از 2 ساعت در رویتان بانه، 2 ساعت بعد باید کریم ششته شوه و کریم دیگه دوباره تازه زده شوه، چرا که خود این کریم هم باز مضریت های خودش داره که اگر بیشتر شوه. و کوشش کنین از کریم های استفاده کنین که SPF پایان تر داره، یعنی SPF های بالا هم خودش مضریت های خاص خودش رو داره. بله. اما خوب است که SPF 15 یا 30 استفاده کنین. حالا SPF های 60 هم آمده، 90 هم آمده، ولی همون 15 و 30 خیلی بهتر است که استفاده شوه. بسیار خوب دکتر صاحب، قسمه که ما میفهمیم بیشتر خانم ها علاقه دارن به لوازم آرایشی، آیا لوازم آرایشی هم میتونه بر خشکی جلد یعنی تاثیر داشته باشه یا خیر؟ بله، چرا نه، ما امی لوازمی را که استفاده میکنیم در صورتی که لوازم بی کیفیت باشه، در صورتی که حالا پودر خیلی مضر است به جلد، من اصلا خوش ندارم خودمان پودره، اینیا سبب خشکی و حتی بیماری های جلدی و حتی لکه های که بعدها دائمی میشه و بله. پاک کردن از او خیلی سخت است میشه. به خصوص استفاده از ریمل ها، سایه های چشم که اینا به چشم خیلی زیان بار است، یا که سرمه های حال برامده در بیرون، سرمه مچون مزاری است و پاکستانی بله. است و چون چی است یک چیزای بی کیفیت است، چیزایی که لابراتوار نشده در بازارها هست، سرسرک صورت باز فروش میشه و ما ندانسته اینا رو خریداری میکنیم. مرزان گفته دیال در روپه 20 روپه را میتیم و خوش هستیم که یک چیز ارزان خریداری کردیم و او را به چشم خود میزنیم، سبب مشکلات چشم بین، حتی گاهی از دست دادن بینایی بله. میشه. و حالا پودرها و کریم های جلدی یا که همین میکاپ هایی که استفاده میشه، اینا هم خیلی به جلد مضر هست، سبب خشکی های جلد میشه، سبب لکه ها میشه، سبب سرطان های جلدی و خیلی از بیماری های خرد و کلان دیگه ای که این لوازم آرایشی به بار میاره. هیچ وقت به دنبال لوازمی نباشین که ارزان باشه، چرا که ضرب المثل ما داریم، ارزان بی علت نیست و گران بی حکمت. یعنی وقتی گران هست قیمت هست، حتما در او حکمتی هست، حتما او گپی داره، با کیفیت است. یعنی نمیگم که دوستا از این مسئله سو استفاده کنن، قیمت ها را بالا ببرن که بگه خوبش است، او تو را یک چیز هم نباید باشه. همیشه کوشش کنین ترکیب یک مواد را که میخرین ترکیبش بله. ببینین کمی از چی ساخته شده، چقدر خوب است، چقدر بد است. کوشش کنین بیشتر که از لوازم آرایشی که ترکیب گیاهی باشه استفاده کنین، به خصوص لبسیرینایی که ترکیب گیاهی دارن، تا ترکیبای کیمیایی و ترکیبای حالا از چربی های انواع چربی ها لبسیرینا را جور میکنن. بله. کوشش کنین که لبسیرینایی باشه که گیاهی باشه، چرا که وقتی ما او را نان میخوریم لبسیرین هم همراهش خیلی ها میخورن، خورده میشه و این بر سیستم داخلی، سیستم هاضمه مشکل خلق میکنه. و خوب است که گیاهی باشه و حتی گیاهی را اگر بخورید هم کدام مشکل زیاد یا آنچنانی ایجاد نخواهد کرد برتان. دیگه بهترین لوازم آرایش لوازمی است که نامدار باشه، برند باشه، مارک باشه و تاریخش خیلی مهم است. تاریخش باید چک کنین که تاریخش چقدر تیر شده و حتی خیلی از لوازم تاریخ داره ولی شرایط نگهداریش درست نیست. مثلا سر کراچی ها زیر آفتاب خب مسلماً او خراب میشه، نباید از او لوازمی که حال در بیرون هست سرش باز هست یا که در زیر آفتاب است استفاده شود. شرایط نگهداریش باید مد نظر گرفته، تاریخش رو مد نظر گرفته، کمپانی ساختش، ترکیباتش مد نظر گرفته استفاده کنن. بسیار خوب. اگر صحبت کنیم راجع به دارو، آیا کدام داروی مشخص هم برای خشکی جلد وجود داره یا خیر؟ ما نمیتونیم مشخصا بگوییم که اینی دوار استفاده کو جلدی مشکل جلدی رفع میشه. بله. مشکل جلدی اول باید که
علتش رو پیدا کنیم، که چرا که اگر مثلا من اینجا یک دوا رو به شما بگویم این دوا رو استفاده کنین، یک خانم یک جلدش یک مشکل داره، خانم دیگه مشکل دیگه داره و اینیا مغالطه میکنن این دو مسئله را. یکیش از اون دوایی که مثلا حالا او دوا برش موثریت نداره، او رو باید استفاده نکنه، بله. او رو استفاده میکنه و اینمی بدی ما افغان ها هم هست. یک دکتر رو ببینین، یک فرض یک دکتر داخل 7 سال طب میخونه، 2 سال هم تخصص خودم میگیره، با وجود قدر مشکلات و یه پا و درستاج و دیگه و دیگه، مردم ما یاد گرفته که وقتی سردرد شدیم پرستامول بخوریم. بله بله. به دو پرستامول میخورن دیگه، پرستامول شده نقل و نبات، الپرت نقل میخورنش دیگه، به عوارضش فکر نمیکنن. یا اگر کس گلون درد است میگه هلا کورتیمیکسازول بخور جور میشی، یا اگمنتین بخور جور میشی، دیگه فکر نمیکنن که امی دوا آیا به تنهاییش موثریت داره؟ آیا باید ترکیب شود که دوای دیگه؟ بله. آیا یک شخص مشکل میده داره نداره؟ باید دوای میده داده شود نشود؟ دیگه هم میسته که خود ما دکتر خود ماستیم، پیش دکتر مراجعه نمی کنیم، یک دواره میگیریم، وضعیت ما که خیلی خراب شد باز به یاد دکتر میستیم، کلبش دکتر. بله. خود خوب خراب میسازیم و کوشش کنن عزیزای مامی دکترها ناخ تحصیل نکردن. اگر قرار بر این بود که ما دو تا قلم دوا را بشناسیم خود دکتر نمیشد کسی. بله. حساب دکتری دیگه دوای خاص گفته نمیتونیم. بله. چرا که این مشکلات خلق میکنه. بهترین بازم روش، بهترین دوا برای تداوی خشکی های جلدی آب هست. آب تنها گفتن آب مایه حیات، درست است؟ بله بله. یعنی تنها این نیست که آب بخوریم تشنگی ما رفع شود، آب رو دوا واره بخورین. آب یک دوا هست. بله. دوا واره بخورین. بسیار. و یک جوس خیلی مهمه که در این فصل خشکی جلد رو از بین میبره، ویتامین خیلی خوب داره، جوس زردک است، خیلی فراوان هم هست در این فصل. بله. یک گلاس جوس زردک، نیم گلاس جوس آب، ای آب و زردک رو با هم میکس بکنن، به خاطر که جذبش وقت بالا میره وقتی آب در ترکیب شوه، خیلی مفید است و روزانه خانم ها و یا آقایان یک گلاس استفاده کنن، هم به چشمایشان خوب است، هم به جلدشان خوب است، هم آب و ویتامینایی که داره به تمام وجودشان مفید است. بسیار خوب دکتر صاحب، قسمی که امگی ما شاهد هم هستیم در جامعه که ما زندگی میکنیم بیشتر افراد دچار استرس میباشن و نظر به کار بسیار زیادشان یا فعالیتشان بیخواب میباشن، آیا استرس و بیخوابی هم میتونه باعث خشکی جلد شوه یا خیر؟ استرس و بیخوابی نه تنها جلد رو تحت تاثیر قرار میده که بله. تمام ارگان های بدن رو تحت تاثیر قرار میده. وقتی که ما بیخواب هستیم، اشتهای خوب نداریم، نان خوب خورده نمیتونیم. وقتی که ما استرس داریم همچنان، نی نان نی خواب، خب به صورت عموم همی سایکل که خراب شد یه کل چیز خراب میشه، یک چیز که خراب بود همش خراب میشه. بله. خوب است که خواب خود رو تنظیم کنیم، به موقع بخوابیم، به موقع بیدار شویم و استرسات خب هیچ کم کرده نمیشه. در این مملکتی که هر روز یک حادثه است، هر روز یک خرابی است، در خانه مشکلات، در بیرون مشکلات، در راه، در مکتب، در پنتون، در هر جایی که میرین یک مشکل، یک عارضه، یک بدبختی هست که ما رو تحت تاثیر خود قرار میده. بله. دیگه اینا همش نه تنها گفتم سرای جلد، سر تمام ارگان های بدن تأثیر گذار است. چرا سن پیری در افغانستان، حالا یا افغانستان هم نگیم که در کشورهای شرقی پایان تر هست. بله. حال فکر کنین در آمریکا یک شخص 60 ساله هست و او کاملا صحتمند است، کاملا سر حال است، راه میره، ولی 60 ساله ما که بیبی ما هست در خانه دیگه اعصاب و دست دستور پیر و فرسوده است، از 60 ساله ما کار گرفته نمیشه. ولی او مثلا مردم عصر جدیدی، حالا بگیم مردم دنیای غرب، 40 سالگی سن ازدواج ایناست. بله. در 40 سالگی اینا ازدواج میکنن، ولی ما از ما 14 سالگی است. وقتی بگی 40 ساله میگه خب پیر شد دیگه، پیر شد خلاص است. یعنی سن پیری ما خیلی پایان است. بسیار خوب دکتر صاحب، قسمی که ما میفهمیم همیشه وقایع بهتر از معالجه بوده و توسعه هم شده، پس چی کارها رو یک شخص باید انجام بده تا قبل از اینکه به خشکی جلد مواجه شود، یعنی مواجه نشه به خشکی جلد؟ قسمی قبلا هم همیشه در برنامه ها من گفتم جلد در یک روز خراب میشه و در 100 روز جور نمیشه. دیگه
عوامل مختلف سر خرابی جلد تأثیر گذار است. علت های مختلف داره که جلد ما خراب میشه و از حالت شادابی تراوتی که داره نمو از دست میته. ریشه یابی باید بکنیم که کدام عوامل سبب این خشکی جلد شده و همون مشکل یا همون عارضه را رفع بسازیم. وقتی که ما یک مشکل رو ریشه یابی میکنیم، از ریشه او را رفع میسازیم، خب مسلما تداوی بهتر ایجاد میشه. بله. و که ما مثلا به خاطر که جلد ما را از خشکی جلوگیریش بکنیم تا که به تداوی نرسیم، خوب است که گفتم آب به اندازه کافی استفاده شود، ویتامین ها به اندازه کافی استفاده شود، کریم های ویتامین مناسب استفاده شود. حتی اگر ویتامین ای در تابلت هایش هفته یک دانه زیاد هم نه که باز خرابی میشه، هفته یک دانه خودشان بخورن دوستا، یا که ویتامین ای را همچنان استفاده کنن، خیلی خوب است بر جلدشان. کریم هایی را استفاده کنن که حتما ویتامین ای و ویتامین ای داشته باشه. دیگه ماسک های طبیعی در خانه، میوه های طبیعی را بیشتر استفاده کنن. همین مسائل سبب میشه که جلد بهتر داشته باشن، خودشان هفته یک دفعه پاکسازی عمیق بکنن جلد خود رو، علاوه بر پاکسازی از فرشنر های مناسب استفاده کنن مطابق به جلدشان، از صابون استفاده نکنن. بله. فیسواش های مناسب جلد خود را استفاده کنن. همیشه مثلا کسی که مشکل بخار جلد داره، همیشه نیای فیسواش های ضد بخار استفاده نکنه، چون چربی جلدش از دست میته و جلد که هر چقدر چرب باشه به نظر من خیلی بهتر است. بله. نباید از چربی جلد چیز کنین، خفه شوین، ناراحت شوین، ولی بالانس یا بیلانس چربی و خشکی را باید برابر بکنین. چه قسم میتونین که چربی و خشکی را بیلانسش برابر بکنین که هر شب جلدتان همین صورتتان به خصوص روغن زیتون چرب کنین، به صورت آرام مساج بتین، یا روغن ناریال چرب کنین جلدتان. این سبب میشه وقتی که ما به جلد فریب میتیم، او چربی که او ایجاد میکنه. بله. وقتی ما از این طرف چربی بزنیم برش، میگه که مثلا نیاز رفع است، دیگه نیاز نیست که چربی تولید کنه، او تنبل میشه، کم کم تولید چربی کم میشه. بله. و وقتی که به اندازه کافی رسید باز استاپ کنین دیگه. این میگه روش هایی هست که ما میتونیم وقایه کنیم از عارضه های جلدی یا خشکی یا چربی زیاد یا بخارها. پاکسازی جلد خیلی مهم است. بعد از هر آرایشتان حتما جلدتان کامل پاک کنین از مواد آرایشی. نگوین که ششتم پاک شد. بله. اول با یک شیر پاک کن، اول یا با روغن زیتون، با یک تکه بسیار نرم آهسته آهسته که جلد کش نشه مواد آرایشی را جلدتان پاک کنین. بعد فیسواش مناسبتان استفاده کنین، چرا که میفهمین جلد مسامات داره، داخل همه این مسامات مواد آرایشی داخل میشه، شما باید از اونجا مواد آرایشی را بکشین و عمیق جلدتان را پاک بکنین. بله، بسیار خوب، بسیار تشکر از شما. خیش و بیننده های عزیز، تا ایدم بیننده برنامه خودتان بودین و امیدوار هستم بعد از یک میان برنامه کوتاه بازم ما را همراه باشین. حال یک وقفه کوتاه داریم. خوش آمدین بیننده های عزیز به ادامه برنامه زن و سلامتی. امروز در برنامه روی خشکی جلد صحبت می داشته باشیم. شما هم اگر کدام سوالی دارین می توانین سوالاتتون را با ما در میان بگذارین تا جواب ارائه شود و سوالاتتون، و آل هم بحث را با دکتر صاحب ادامه می دیم. خب دکتر صاحب، اگر اشاره کنین برای ما راجع به این که دیگر کدام عوامل و مشکلات می تانه از باعث خشکی جلد نزد افراد به وجود بیاید. یکی از مشکلات که سبب از خشکی جلد ایجاد میشه وقتی که رطوبت یک جایی کم شود، حتی در زمین. وقتی رطوبت کم شود زمین کف کف میشه. بله. درست. و این مشکل در جلد هم هست. جلد پوستک پوستک میشه، ظاهر انسان نامناسب میشه، یعنی خوشایند نمیباشه، آدم خسته افسرده معلوم میشه، دیگه لکه ها ایجاد میشه. گیلکه ها گاهی با استفاده از مواد
شوینده خراب یا که لوازم آرایشی خراب یا که استرس ها و بیماری های درونی، تغییرات هورمونی، این لکه ها دائمی میشه که باز دیگه ما نمیتونیم اون را راه حل برش پیدا کنیم و یا با بسیار مشکلات بسیار شدید ما اون را باز میتونیم رفع بکنیم، کوشش های زیاد میتونیم رفعش کنیم. دیگه سیاهی جلد، تیرگی جلد از سبب خشکی جلد ایجاد میشه. دیگه بدترین حالتش اونم است که درون ما ما را میخوره که وای چرا بدرنگ شدم یا چرا جلدم پوستک پوستک میشه. ایرگ ما کوشش میکنیم بکنیم، بوشویم یا با هر چیز دیگه که بخوایم رفعش کنیم، طریقه های نادرستی که خود ما یاد داریم کوشش میکنیم اون را یک چاره برش بسنجیم. بله. یا که خیلی از دوستا واسلین نمیگیرن، خوب خود دیگه چرب میکنن، فکر میکنن که واسلین راه حل است برای از بین بردن خشکی، در حالی که واسلین راه حل نیست برای از بین بردن خشکی، چرا که رطوبت به جلدت اضافه نکردی. استفاده از لوشن ها و کریم های ویتامین خیلی بهتر است برای رفع همین خشکی که ایجاد شده. بله بسیار خوب. اگر یک مسک دیگر هم برای ما یادآوری کنین که برای خشکی جلد و برای مشکلات دیگه جلدی مفید باشه. حتما چرا نه. شما دوستان میتونین که ماسک ها خیلی زیاد است، کوشش کنین ماسک های طبیعی استفاده بکنین. ماسک های طبیعی همیشه مفیدتر و مناسبتر بوده برای جلد، برای حالا هر چیزی، حالا مشکلات که هست. میتونیم از ماسک پالک یاد کنم براتون. فصل پالک هم هست، پالک فراوان هم هست. حالا برگ های پالک بگیرین، خوب سعی بوشوین، در حالت چند تا برگ بگیرین بوشوین خوب سعی و ایرا آسیاب کنین، خوب سعی آسیاب کنین. یک تابلت ویتامین ای رو هم غار کنین، روغن شده ای پرتین و ایرا در صورتتان مکمل قسمت های گردن بانین در رویتان. ای چی مفیدیت داره؟ پالک سبب میشه که یک خوب تراوت و شادابی رو به جلدتان میته. دوم لکه های سیاهی یا که همین لکه های آفتاب یا لکه هایی که از سبب خشکی جلد ایجاد شده ایرم از بین میبره. بسیار خوب. و دکتر صاحب اگر کتاب ما اشاره هم کنین راجع به ای که بیشتر مردم ما معتاد هستن، بیشتر مردم ما استفاده میکنن از مواد مخدر و خاصتا همون الکل و سکرده که بسیار به آسانی قابل دسترس اینا قرار داره، استفاده از مواد مشاور چقدر میتونه بالای خشکی جلد تاثیر داشته باشه؟ به صورت عموم دخانیات نه تنها که به سیستم داخلی بلکه به سیستم خارجی یا همی جلد هم مضر می باشه و سبب خشکی های جلد، سبب حتی کسایی را که سیگارت می کشن ببینین دستایشان همیشه لکه است، خشک است، سیاه است، لبهایشان همچنان بسیار کبود، خراب و حتی بخارهای خیلی وحشتناک، چرا که میده را ما تحت تاثیر قرار میدیم از استفاده الکل و یا حتی اگر الکل های بیکیفیت هم مشروبات بیکیفیت رو استفاده بکنن بیاد کلگی میکنن. اگه بگویم نک کنین گوش نمیکنه کس. یک عالمی بود میگفت روزی خاط رسید که ما مردم هم میگیم که نکنین استفاده، مثلا چیزای حرام استفاده نکنین، میگن که میفهمیم حرام است ولی استفاده میکنیم. بله. یعنی لذت هایش غلبه میکنه به علمیت از اینا که استفاده میکنن. دیگه اینا خود استفاده میکنن ولی کوشش کنن حداقلش دارم تشویق نمیکنم به استفاده کردنش، میگم که به کیفیت شد حداقل استفاده نکنن، چرا که بله. مشکلات خیلی زیادی رو برشان به بار میاره. پارسال شاهد بودیم که تعداد زیادی از جوانای ما به خاطر استفاده غلط یا حالا استفاده الکل بی کیفیت سبب کوریشان شده بود. به حساب کرونا الکل ها هم دواخانه ها به صورت بسیار آسان. بله. با سهولت ها به دست مردم میرسه و کوشش کنن که استفاده نکنن از اینا، هر چیز استفاده غلط نکنن که
عوارضی داره که باز جبران ناپذیر هست، نه تنها جلدشان که ما الان اشاره به جلد بکنیم بگیم جلدشان خراب میکنه، تنها جلد نیست که متاثر میشه از استفاده دخانیات. به صورت عموم فکر کنین هر دانه سیگارت یک روز زندگی تان کم میکنه، هر روز در دانه سیگارت یک روز، فکر کنین شما در روز چند دانه سیگارت میزنین و چقدر روزهای زندگی تان کم میشه. سرطان هایی را که شما از طریق استفاده دخانیات میگیرین، اینا اصلا ارزش فکر نکنم داشته باشه. سیگارت تو چیزی نیست که کس نتونه ترکش کنه، اعتیاد نداره، فقط یک عمل هست که عادت شده. عادت رو خیلی آسان هر کس که بخواه اراده داشته باشه، همت داشته باشه، اینو ترک کرده میتونه. پس چقدر خوب است که ترک کنیم، چرا که یک چیز مفید نیست. همین کرامت انسانی را ما زیر سوال میبریم با استفاده این چیزهای نادرست. همین کرامت انسانی را خوب است که حفظ کنیم. بله، بسیار خوب دکتر صاحب. در آخرین دقایق برنامه قرار داریم، شما هم اگر کدام گفتنی برای بیننده‌های عزیز داشته باشین میتونین اشاره کنین. خواهش از بیننده‌ها داریم که لوازم آرایشی با کیفیت استفاده کنن، ویتامین ها را از بین نبرن، استفادهش از یاد نبرن، حتما استفاده کنن، نوشیدن آب را از یاد نبرن، بخصوص در این فصل تا میتونن آب بیشتر استفاده کنن تا جلد زیبا داشته باشن. یک خانم زیبا خانه زیبا میتونه بسازه و میتونه یک محیط زیبا را برای شوهر خود بسازه. وقتی یک خانم محیط زیبا، خودش زیبا، خانه زیبا برای شوهر خود میسازه، شوهرشون هم از چشم چرانی و از نگاه کردن به دخترای مردم که با صد رقم آرایش خود تزیین کردن بازداشته میشن. بله بله، دقیقاً. بسیار تشکر از شما. خواهش میکنم. و از موضوعات که اشاره کردین و در برنامه واقعا خیلی موضوعات مفید بود و خودم هم خیلی چیزا رو آموختم و خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردین. خواهش میکنم. تشکر از شما که دعوت کرده بودین. خیلی ممنون شما. بینندگان عزیز، ای بود موضوع برنامه امروز ما که روی خشکی جلد با دکتر صاحب صحبت داشتیم. امیدوار هستم مورد پسند شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعدی و موضوع بعدی که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم، تمامتان به خدای یکتا می‌سپارم. شب روزتان بخیر. خدا نگهدار.